اینستالر اینا رو هم که گفتیم، همه رو گفتیم درسته، اینا رو هم که گفتم. HTTP Access هم نمیدونی، HTTP Access در واقع میاد محدودت میکنه، حالا بدونی بعد نیست، ولی برو فیلم های PHP MVC رو دیدی خیلی کاربرد داره محدود کردن. یعنی چی؟ ببین تو میتونی اینجا مثلا میبینی مثلا نوشته مثلا ری رایت مثلا چه مثلا COND، این اومده اینجا HTTP رو یه دو نقطه که گذاشته مثلا authorization اومده و محدود کرده بعد به این شکل باشه. مثلا این برای در واقع فایله، این برای مثلا داره regular expression اینا هست نه مثلا داره اینا مثلا مثلا این به این شکل. این اومده یه دونه توی همین ماژولی که اصلا اینجا داری میبینی، بری فیلم های MVC میبینی متوجه میشه، اومده یه سری محدودیت ها مثلا برای URL گذاشتن. من با همین محدودیت هایی که توی URL گذاشتم تونستم MVCش کنم. مثلا تو میبینی اینجا ما یه چیزی رو میزنیم بعد سلش میزنیم، یه چیزی میبینیم سلش میزنیم، یه چیزی میبینیم، این را از تو HTTP Access استفاده کرد. فقط بدون که HTTP Access میتونه این کار رو انجام بده و به جایی که مثلا تو بزنی index.php contact.php دیگه با contact.php یا index.php نمی کنه، میام URL رو به کنترلر و متد و پارامتر تبدیل میکنه. از چی استفاده میکنه؟ HTTP Access. اصلا خیلی راحت میام سایت خودم رو میام. سایت خودم چیه؟ میبینیم. میذارم همونجا پروژه 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 چیه؟ ببین اسلش پروژه که زه نه کنترلر من میتونه باشه، یا متد کنترلر من میتونه باشه، یا تماس با ما رو نگاه کن، یعنی کانتکت دیات مثل پی اچ پی نیست بیاد بشه مثلا ایندکس دات پی اچ پی کانتکت دات پی اچ پی. اوکی حالا مثلا اینجا اچ تی ام ال سی اس اس میزنم، رفتم توی کاتگوری توی اچ تی ام ال سی اس اس، این ممکنه چیه من باشه، کنترلر من باشه، این متد منه کاتگوری دات اچ تی ام ال. آره آره، یا مثلا علامت سوال پارامترها رو میگرفت. حالا مثلا میام اینجا روی میزنم، یه مسیر دیگه ای رو یه روت دیگه ای رو رفت به نام اینر مثلا همچی چیز. بعد اینا رو میشه رو ادمین بهش دسترسی داد خودش رو اضافه کنه، بعد میشه روت رو بده نیست روت چی کار بکنه؟ مثلا میخواد روت بدی مثلا میشه بزنم رو این یه روت بدم بره توی مسیر. نه بده نیست، یعنی همه در ادمین نمیتونه براش بده. کار درستی میشه اضافه کار درستی چرا میخوای روت بهش بدی؟ دسترسی روت دادن بهش بدی. مثلا یه روکا چه میدونم مثلا هر دینه مثلا 3 4 تا ادمین داره. خب میخواد چه معنی مقاله میذاره؟ مثلا اینکه شون بیاد عکسارو توی یه دونه چیز دیگه بذاره. توی مسیر دیگه عکسارو رو. مثلا باز بذاره. مثلا سایتای خودمون مثلا اپل عکساشو همه رو اومده توی یه دونه چیز بالا اوه که یه چیز دیگه هست. مثلا چرا این میاد میخواد عکس ها رو بذاره، مثلا بگید این یه روت اضافه کنه، بگید نره توی روت بشه، نره توی یه روت دیگه بشه. خب بعد بره توی دایرکتوری، بعد توی یه جایی بره، تو کد نمیزنی مثلا مثلا روتش تبدیل میکنه، مثلا یه دایرکتوری جایی درست میکنه، جنریت میکنه اون دایرکتوری، مثلا دیگه اونطوری روت نه اینا رو که ویژوال میشه بنویسی اصلا کاری نداره که. مثلا یه پنل درست میکنی روی پلاس میزنی مثلا یه فولدر درست میشه. خب الان پلاسه که داری میزنی عکسش اینجا فولدر درست میشه، مثلا توی بک اندت هم داره درست میشه. و فکر میکنی مثلا با چه چیزی میشه این کار کرد؟ امکا دی آی آر مثلا تو پی اچ پی دستور به نام امکا دی آی آر هم داریم. آقا می‌بینی؟ FTP، SSH، SSH که می‌شناسی؟ اینو می‌تونی راحت بزنی و بسازش. حالا اینو می‌سازی میره مثلا فولدره ساخته میشه. تو کجا ساخته میشه فولدره؟ همه بعد تو چی ساخته میشه؟ توی پابلیک. خب میره اونجا فولدره ساخته میشه. حالا مثلا می‌خوای همه عکس‌ها رو مثلا هدایت بگو دوباره بری توش، تو مثلا یه دونه فولدر دیگه بسازی به نام گالری. اوکی ساخته میشه. حالا بری تو گالری روش کلیک می‌کنی، این کلیکی که می‌کنی انگار داره واردش میشه. خب پیج ادمین نشسته نوشتی؟ آره نه پیج ادمین مثلا بهش میفهمن
کار به پیج ادمین مثلا چیزش عوض کنی، باید اینجا عوض کنی یا نه قابلیت داره مثلا خود پیج ادمین بذاری روتش عوض بشه؟ من چه میدونم اومدی الان مثلا روت براش تعریف کردی، من ننوشتم اینجوری. خب هر چی من روت میخوام تعریف کنم تو روت تعریف. نه مثلا برای سئو مثلا میخوای بری مثلا چند روت رو سرچ کنی، مثلا میبینی اون بالا میذاره استش فلان، مثلا اون روت خب خوب نیست من تعریف کردم، خب روت رو تعریف کنم. به روت مثلا بهتر بشه، مثلا تو گوگل یارو میذاره راحت تر بیاد بالا براش. آها تو میدونی بعد روت چجوری عوض میکنم؟ روت رو بعد بری تو این صفحه. آها یعنی همین همین رو گفتم، یعنی قابلیت نداره بری توی چیز بذاریم براش اینجا عوض کنیم. یعنی مثلا تو همین روته دو تا چیز بسته بذاریم که روش یه بازو بسته بذاریم. خب دیگه رفته رو هاست. خب محیط هاست چجوری میخوای مثلا بهش بفهمونی؟ باید سرچ کنی. من انجام ندادم. نه مثلا همین الان مثلا زده روت گیت هست یو آر آی. آه. اون یو آر آی مثلا یه کد مثلا چیز کروشه بده. میتونی تغییرش بدی. پارامترش کنی؟ آره. به حال یه فرم سابمیت میخواد. فرم سابمیت میخواد. خب این سابمیت کجا میخواد هدایتش کنه؟ به این اینو نمیتونی تغییر بدی. ببین رو کلن پنج تا چیز داره، پنج تا داره، ریسورس، پست، گیت، پوت، پچ، دیلیت. دیگه اوکی اوکی نه میدونم، یه مثلا الان روت مثلا پست گذاشتم بعد میخوای یو آر الش عوض بشه. من انجام ندادم و این نمیدونم اون که میشه انجام داد یعنی و نه بعید میدونم صفحه وب به دسترسی نخواهد. چجوری میخوای مثلا به وب بفهمونی که مثلا توی صفحه هستی، مثلا پست داری میخوای یه چیزی رو پست کنی که مثلا بیاد به این یو آر ال این اضافه بشه؟ تو یه صفحه هستی تو کنترلرت، از کنترلر چجوری میخوای به این آدرس بدی که روت تو بیاد عوض بشه؟ حالا چی روت چی عوض بشه؟ روت کدوم قسمت عوض بشه؟ نه مثلا اومدی روت دادی اینجا، اصلا اینجا حواست نبود پروژه رو عمومی بوده که مثلا روت اومدی مثلا پیج اصلی نوشتی خواه؟ خواه ما مثلا میکنیش اصلی باید دوباره بیایی اینجا چیزش کنیم. آره تا اونجایی که من میدونم، آره من انجام ندادم چی پروژهی که مثلا بخوام اصلا کار درستی نیست اولا که روتاتو جایی کسی ببینه. من یکی یه سوپر ادمین داریم بکنیم، سوپر ادمین مثلا خود من مثلا روتا ما بیام اونجا ببینم. آره میشه گرفتش به سر دستورات میتونی روتا رو بگیرم، ولی اینکه بخوای ادیتش بکنی اون یه داستان دیگه ای داره. باید داری بشینی کلی سرچ بکنی ببینی اولا لاراول اجازه میده ما روتا رو در واقع ادیتش بکنیم یا نه. باید سرچ بشه. من به این پروژه نخورده داره همچ کنه انجام و همیشه هم مثلا پروژه خفنه چه میدونم فروشگاهی و مثلا میخوام با اینو پیاده بکنیم، مثلا قرار نیست اون روتا روتا رو مینویسیم دونه دونه روتا رو اینستاگرام میاد هی روت جنریت میکنه. خب ما هم جنریت روت که جنریت میکنه رو مثلا من اسم آبادی کنم، اسم روت هم داره عوض میشه. چی میگم مثلا الان که اینستاگرام میخوای یه پیج رو ببینید اینستاگرام.com slash مثلا آرمین. خب شما آرمین پور مثلا میگم مثلا آیدی تو میگم آرمین پور آندرلاین وان. خب یه روت کلا تغییر میکنه. روتش یا قبلش؟ روتش یعنی instagram.com/armin_online armin میشه armin_online خودم عوضش کردم. یعنی قابلیتی تو یعنی وب داری میزنی اون عوض میشه؟ نه اون یه چیز دیگه است. با من هم اشتباه اونی که تو داری میگی میره توی یه جا سیو میشه تو دیتابیس. خب همین که عوض شد دستور داریم. الان میبینی من اونجا نوشتم HTML مثلا فلان خونده میشه، اونو من دارم از یه قسمتی از تو دیتابیس میگیرم میخونم میندازم تو روتم.
خب اونا رو میگم به منم میندازی بهش تو اینایی که داریم اینایی خیلی ساده است یه کاری نداره پارامتره پارامتره اون پارامتر داره عوض میشه آره بابا جان پارامتر رو میتونی عوض بکنی ولی یه قسمتش که ثابتاره شما نمیتونی عوض بکنی مثلا من دارم اینر خب توی وبسایت هم هستش مثلا lkodiranzame.com/iner/ مثلا اسم یه دوره‌ای دقت بکنی اون اینره همیشه هست ولی اسمای چیز داره عوض میشه خب دیگه اونا که میتونی باید خواهی هست پارامتر خب نه یعنی اینجا بایدش پارامتر آره بهت میگم آره عجله نکن اونا رو کار اصلا اونا باید یاد بگیری یاد نگیری که اصلا نمیتونی روتت متغیر بسید خب بریم سراغ روتا. میگه اینجا خودش هم داره میگه میگه اینجا جایی هستش که در واقع شما میتونید روتاتون رو برای اپلیکیشنتون بسازید هرچه هم مدل بخوای در واقع اینجا میتونید بسازی و اینجا خیلی میتونه شلوغ بشه. حالا ما اول شلوغ میکنیم بعدا یه دستوری یاد میگیریم به نام ریسورس که همه کار ما رو انجام میده ولی خب یه موقعی شما یه کنترلری که میسازید مثلا 7 تا متد نداره ما میخوایم متد مثلا پیپل هم بذاریم میخوایم مثلا متد زهر بال هم بذاریم میخوایم متد مثلا فلان چیز رو هم اضافه بکنیم اونجا که دیگه اضافه میشه دیگه بعد قضیه پست و پوت و گت و دیلیت و اینا رو واقعا بلد باشه اینکه بلد نباشه نمیتونه حل بشه مثلا طرف هم میگه همه رو من ریسورس کیو گفتم من رو ریسورس میشه من در که ریسورس هفت متد کلا ساپورت بیشتر از این هست خب قبلش تو مسیر پروژه درسته مسیر پروژه حتما ما رفیقی داشتیم رفته بود یه فیلمی رو دیده بود همه این پروژه رو میکرد توی یک فولدر به نام اپلیکیشن و پابلیکش رو میذاشت بیرون ببخشید پابلیکش رو میومد پاک میکرد همه اینا رو کپی میکرد میذاشت بیرون و مینداختش اینجا خب یه روش حالا روش هایی خاصی بعدا من رو پیاده میکنم توی هاست هم اینجوری برکسن میاد اینجا در واقع تمام این پروژه تمام این فولدرها رو میکنه توی یه فولدر به نام اپلیکیشن هر چی تو پابلیک هستش رو میکشه میندازه بیرون اپلیکیشن بعد اون پابلیک رو توی اپلیکیشن پاک میکنه فقط این وسط چه اتفاقی میفته آرتیزان جاش عوض میشه میره تو کجا میره توی اپلیکیشن خب دیگه تو نمیتونی برگردی بگی اینجا مثلا تو سشن ما نه خیر بعد یه دونه دیگه بری جلو آره بعد دوزن پی اچ و در هر صورت منظورم چی بود در هر صورت شما باید توی پروژه چی رو ببینی آرتیزان رو ببینی آرتیزان رو نبینی نمیتونی کار بکنی آره دستوری داریم اول توی لاراول حتما دستور پی اچ پی رو خواهی زد یا تو من میذادم پی اچ پی سرو لوکال هاست 2000 یعنی که بیا پی اچ پی رو اجرا کن خب پی اچ پی قضیه شم پی اچ پی رو میزنیم آرتیزان رو میزنیم تمام در واقع دستوراتی که تو آرتیزان وجود داره میبینیم آرتیزان رو کامل باید برات وا میکنم نزدیک فکر کنم 4-5 ساعت بیشتر خیلی بیشتر شده 7-8 ساعت مثلا باید وا کنیم آقای آرتیزانی چیه مگه شما میتونید توی آرتیزان خیلی چیزا رو اضافه کنید مثلا میتونید پروژه های خیلی خوب رو توش قدر رو توش پیاده بکنید که حالا بهت میگم اون زمان چه جوریه آرتیزان رو در واقع این چیزایی هستش که توی آرتیزان وجود داره و شما میتونید ازش استفاده بکنید خب من کلیر رو میزنم دستوری دارم برام سرو سرو میکنید و برات سروش میکنید روی پورت اون 127 هم که یه خودت میدونی که چی هستش درسته لوپ بک دیگه کاری هم نداره خب این نمای جدیدشه خیلی قشنگتر شده از با قدیم نه آبیه چه جوریه؟ همین داره آبیه اگه میشه ببینم چرا؟ آره اون تو قشنگ تو اینه قبل من گرفتی و بعد من گرفتی حالا تو شاید رندومه دیگه مانه هر کسی یه رندومی رنگی میدید نمیدونم خدا رندش کنم اون این شکل خب به این شکل لبقه من اومدم زدم و اجرا کرد یا میتونی اما اینا حتما تو فیلمات باید بگیر پی اچ پی در واقع آرتیزان یکی یه وقت در واقع پورت 8000 اش پر باشه چیکار باید بکنین سر 8000 پورت در واقع 8080 مثلا
خب دیگه رفت روپورت 86. بعد من آره این آنلاین داره هر کاری تو بکنی همه یعنی پینگ میمونه دیگه آره. پینگ که میگیری هر لحظه دشتی میزنی همه چیز داره نماش بوده من بستم سی ام دیو یک سره باید باز بشه و اینکه حتما اینا تو فیلمات بگو که طرف در واقع همچه استودیو تو ناکو تو استودیو دادی بقیه هم ممکنه این استودیو بدی ببین تمام دیتا ها رو میخونه میبینی اول سرور اکسپت رو داره دقیقا هم به همه شکل هستش. خب بعد نیست لایف سایکل لاراول رو بدونی چیه گرچن توی ویو جی اس و ریاکت هم حالا به هم میگی بریم لایف سایکل دارن یعنی چرخه حیاتشون به چه شکل یه ایمیج میارم یه عکس خیلی قشنگ من پیدا کردم از یه هاینش حالا میخوام اینجا دورش رو دارم دیگه دوباره حتما میخوام اینا رو بگم که به چه صورت نیست چه لایف سایکلش اینجا باز توضیح داده خودش خب نگاه کن یوزر مثل من میاد اینجا میزن لوکال هاست 80 هستم خب 80 هست شده که میزنه یه HTTP request میده میده به ویب سرور خب ویب سرور کیه؟ آپاچی میاد میره تو پابلیک ایندکس دات پی اچ پی درسته ما میام اینجا دونه دونه بعد بدونی ها البته دونستنش خوبه حالا ندونستنش هم زیاد چیز نیست میاد اینجا میبینی اومد کجا کرنل گرفته ریکوست هم گرفت میگه ببین بوت استرپ اوتو لود پی اچ پی بوت استرپ این اوتو لود این بوت استرپ اپ خب این بوت استرپ رو میبینی اینجاست در واقع تمام این دیتا های این رو ریترن کرده دیگه اپ رو خب سه تا اینجا براش متد گذاشته سینگل تون مثلا کرنل کلاس کنسول کانترکت کانترکت هم قراردادایی هستش که تو کامپوزر وجود داره تو این قسمت فقط به اینا میگم باید بده کانترکت اینجاست چشم میبینی میبینی کانترکت توی کامپوزر هست دیگه نه کانترکت یه فولدره نه باید داشته باشه مطمئن هم داره یه خدا داره ما تو هفتش بود نه تو هفتش کانترکت داشت و هشتش رو تازه دارم شروع میکنم نه خب اینجا هست اون رو سکر کرده رو دو تا شیف میزنی یا اینجا سرچ میکنی contract vendor laravel framework خب تو framework میبینی کو تو چیز vendor میزنی به خدا نمیدونم نه تو یه دونه فایل دیگه بود framework میاری توی فایل لاراول آها تو لاراول میشه خب یعنی اینجا تو لاراول تو فریم ورک و توی لاراول تیم کر چرا نیستش ایلومینیت آره آها این عوض کرده فولدرها رو خب بخاطر همه منم گیج میزنم تمام فولدرهای اصلیه در واقع پروژه‌تون تو اینجاست کانترکت ها اینا هاشش کانترکت قرارداداتون تمام قراردادها اینجاست خب که تعریف شده دیگه اکسپشن هندلر ها در واقع بسای ارور ها اکسپشن هندلر ها اینجا هستش مثلا دیباگ ها یه کنسول برای آرتیزان اینا همه اینجا هستن خب این ستای مهم چیزایی هستش که اینجا قرار گرفته حالا تو کافی هستش که بیا اینجا دیدی کنی دایندام یاد بگیری اصلا دایندام که میکنی یعنی چی؟ یعنی بعد از این هر چی کد باشه اجرا نکنش خب من میام اینجا الان یه رفرش که بکنم میبینی اوکی اومد چرا چه اتفاقی افتاد؟ هیچ مسیر لایف سایکل چیه؟ ویب سرور پی اچ پی در واقع ببخشید پابلیک ایندکس دات پی اچ پی ایندکس دات پی اچ پی کجاست؟ اینجا خب
اومد این رو اجرا کرده، اومد این رو اجرا کرده، این اومده اجرا کرده، رسیده به این، اومده اینجا بوت استراپ اپ داده خطیه دیگه، دونه دونه میخند میخونه میاد پایین، اومده تو اپ رسیده اینجا دایندام. دایندام یعنی چی؟ یعنی میان اجرا کن، بعد از این دیگه اجرا نشون، هیچ کدومشون دیگه اجرا نشون، دقیقا اومد اینجا اوکی نشون داده، هیچ چیه دیگه. آره دایندام در واقع کارش، خب من میذارم این رو اینجا، الان هم بزنم دیگه، الان ببینید میاد زندش میکنه، لایف سایکل رو در واقع میاد زنده میکنه. خب این ایندکسه که بوت استرپ اوتو لود پی اچ پی رو داره تو میبینید، بعد اینجا داره میگه بوت استرپ در واقع راه انداز میاد استارت میکنه پی اچ پی رو. خب اینجا بوت استرپ باز کردم دیگه برات، نگاه کن میاد اینجا اینا رو میاد اجرا میکنه تو ایندکس دات پی اچ پی، میاد اینجا کرنلش رو در واقع میگیره میکش میکنه. و حالا کرنل اینا چی هست؟ اینا به مرور زمان با هم کار میکنیم، یه ترمینیت میزنه، ریکوست میده و ریسپانس. ریکوست یعنی چی؟ من یه آدرسی رو میزنم، ریسپانس میکنه، جواب میده به من. خب اینم از این و میاد به این شکل. حالا میگه بوت استرپ اپ دات پی اچ پی، همون اپی که بودش. اوتو لود چیه؟ برای کامپوزره، این خطیه دیگه. حالا من اینا رو زیاد نمیخوام، ولی اینا تو فیلم تو حتما بگو کجا بود، توی ایندکس. آها ایناش، این اوتو لوده، اوتو لوده برای کامپوزر است، بکی جای کامپوزر رو که میگیره. خب این اوتو لوده اول اجرا میشه، بعد میاد بوت استرپ اجرا میشه. خب اپه در واقع این اپه اینجاست، بعد میاد اینجا اوتو لود، بعد میاد استارت بکنه. استارت چیه؟ همون کامپوزر در واقع چیز بگو آرتیزان. بعد اینجا http رو در واقع میاد اینجا kernel.php و اینا رو در واقع میاد اجرا میکنه، حالا kernel چیزی که داخلش بوده. سرویس پرووایدر ها، بعد سرویس پرووایدر ها میان اجرا میشن. سرویس پرووایدر چی بود؟ اپ سرویس پرووایدر، روت سرویس پرووایدر، پرووایدر هم آیو سازه همون چیزایی بود که گفتیم. بعد میاد در واقع دیسپچ میکنه کدوم روته، روت براش مشخص میشه، میره توی کنترلر، حالا یاد میگیریم کنترلر میده به ویو، ویو برمیگرده به یوزر. لایف سایکل اینو فهمیدیش چجوریه؟ این لایف سایکلش رو برو عکسش رو بذار یه گوشه ای، بعدا قرار هستش که توضیح بدیم. یعنی همین چیزی که من گفتم هیچ فرقی نداره. پابلیک میاد، میاد اینجا توی پابلیک، نیاز نیست حالا اینا رو مثلا بگی چیه، این در واقع میکرو تایم اینه چی هست، خب زیاد براشون مهم نخواهد بود که به چه صورت، یا این فریم ورک در واقع بیا تو استوریج و فریم ورک مثلا مینتین بکنه اینا چیه، مثلا فایل اگزیست این چیز هست، این فریم ورک تو استوریج که میاد تو این قسمت. ببین بعدا یاد میگیریم، خب کش و حالا این چیزایی که داره میذاره توی اپ و اینا، تو میتونی یه سری فایل بذاری، عکس بذاری یا فیلم بذاری که بخوای امنیتش رو ببری بالا بفروشی، کسی نتونه به این سادگی دسترسی پیدا بکنه. خب میان توی اپ و اینا میذارن. حالا فریم ورک اینا هم قضیه داره که مثلا به این شکل هستش که اینجا خودش هم صحبت کرده، گفته بخواید در واقع چه میدونم رجوع بکنید به سری کارها میتونی ازش استفاده کنید. ولی خب اول آخرش برای من چی مهمه؟ یکی اوتو لود از کامپوزر که پکیجی که توش هستش رو بیاد برام رام بکنه، یکی اپ. حالا این اگر اجرا بشه یا چیکار کنه اجرا نشه تو پروژه من تاثیر داره یا نه؟ میبینی هیچ تأثیری نداره. خب ولی شما میذاری بمونه. چرا؟ شما ممکنه سایت فروش فایل بنویسی، اونجا قضیه خوش داره، فروش فایل قضیه داره، اگه خواهی حرفه‌ای بنویسیم قضیه داره، سرور جداگونه باید بگیری براش، لینکاش رو ورداری بذاری تو سایت، در واقع سرورت رو در واقع لینکری که میذاری اونجا طرف میاد حالا ایمیل میکنی براش، یا اینکه براش یه صفحه یوزری درست میکنی میره دانلود میکنه، باید بره اون سرور بگیری، سرور یکی ارزون تره، اون که تو نمیتونی بری مثلا سایتت رو روی هاستی بیاری بالا که فیلمات هم اونجاست، خیلی فشار میاد به در واقع هم سایت هم با اون هاسته. لازم میگم وقتی میخواد سایت فروش کنه فروش و فایل بذاری سرور جداگونه میگیری، ما اینی 2300 تومن میدی، لینکاش رو بهت میده میذاری تو سایت، لینک ها رو از اونجا لینک میدی بهش. حالا دیگه کار خودته دیگه، لینکاش رو باید بذاری اونجا ازش بگیری بذاریم. خب به این شکل چیتی اکسسینا هم که گفتیم و نحوه ران کردن رو هم که گفتیم و بریم روت بزنیم. خب روت ما 4-5 تا روت داریم. اولیش گت ازش مشخص هست، شما بخوایی یه سری دیتا رو نمایش بده رو صفحه. خب دومیش پست، بخوایی یه سری دیتا رو توی دیتابیس قرار بدی. سومیش پوت یا پچ هستش، میتونی در واقع آپدیت بکنی، پوت و پچ برای آپدیت ها.
دیلیت برای دیلیت کردن ریسورس داریم، تمام اینا تو دل خودش هستش. اینی داریم، یه چیزی که حوصله نداشته باشه بخونه از اینی استفاده میکنه، یعنی خودش تصمیم بگیره که داره آیا پی اچ پی در واقع پست میکنه، داره گت میکنه، میتونه ازش استفاده بکنه. خب کدوم برای ما در آخر احتیاج خواهد شد؟ همه اینا شما باید بلد بشید، اینا همه رو باید بلد بشید. چرا؟ چون ممکنه نه. ببین ما که اول آخر بخوایم کراد کارمون دیگه، پست و گت و دیلیت و آپدیت و اینا با ریسورس هندل میکنیم. خب ولی یه دفعه مثلا میخوای یه چیزی اضافه بذاری تو کنترل، میخوای یه کار اضافه ای انجام بشه، خب اونجا اگه مثلا پوت بخوای پست بخوای بکنی پست میکنی، اگر بخوای مثلا گت بکنی گت میذاری، معمولا اون پست و گت دیگه. دیلیت توی ریسورس هست، پوت و پست توی چیز هست، توی ریسورس هست، یه کار اشتباهیه اگه بخوای براش اضافه بنویسی. واقعا باش. خب کلمه کلیدی روت، و اما روت چی هست؟ میبینی اینجا این فساد رو یاد بگیر. فسادش این فسادی که شما اینجا داری میبینی در واقع این دیزاین پترنه. دیزاین پترن رو هم شما بلد نیستی. خب دیزاین پترن میشه چی؟ هم الگو خودمون، طراحی الگو. این طراحی الگوهایی که ما داریم، حالا فساد یکی ازش هست، سینگلتون یه دونه، چه میدونم اونیون یه دونه دیزاین پترن، آره ام وی سی مدل ویو کنترلری که ما داریم استفاده میکنیم یه در واقع دیزاین پترن، ام وی وی هم که تو اندروید ازش یه دونه دیزاین پترن. مهم استفاده کردن از ایناست، بلد باشی ازشون استفاده بکنی. مثلا در برمی ما فساد چیه؟ ببین این فساده توی اینجا خلوت کنم، توی کانفیگ که میایم، توی اپ که میایم اینجا ببین، بعدا خیلی باش کار داریم. یه قسمت داریم به نام پرووایدرز مهیا میکنه برامون، یه قسمت داریم به نام الیاس. خب این الیاس ها رو دقت بکنی میبینی فساد اپ اسمشو گوشته چی؟ اپ ARR آرتیزان آس بلید برودکست باز کش، اینا ببین همشون کلاسایی هستن که توی فساد وجود دارن. خب اومده براشون نام مستعار تعیین شده. نام مستعارشون چیه؟ کش، کانفیگ، کوکی، کریپ، دی بی، الوکوئنت، ایونت، فایل، گیت، هش، اکسش رو استفاده میکنن. چه بدونم کیوی، ریدایرکت، ریدیس، اینا کلماتی هستش که شما اینجا استفاده میکنید. مثلا بنویسید روت، دو نقطه رو میزنید، استاتیکه دیگه. خب به تمام متدهایی که توی فساد این وجود داره دسترسی داره. کنترل رو بگیریم، مثلا من فساد رو بزنم، برمیگرده میگه تو کدوم می‌خوای بری؟ حالا ما فرض کنیم بریم توی ببینیم چیکار کردم. توی روت روی فساد کلیک می‌کنی، اینا تمام تو ایلیمینیت ساپورت فساد. خب میای اینجا میری توی روت می‌بینی اینجا وارد نیم اسپیس، نیم اسپیس دیگه فضای نامه دیگه، مشخصه دیگه. میره به ساپورت فساد، از نیم اسپیس که استفاده میکنی، در واقع فضای نامه که استفاده میکنی، به تمام متدهایی که توی این فساد وجود داره کاملا دسترسی خواهی میشه. درسته؟ خب یه کلاسی هستش الان به نام فساد توی اینجا. حالا من فرض میکنم دیگه شگر خوندی دیگه شگر بله. اینا که کامنته، اینا کامنته، ولی خب اومده اصلا مثلا متد گذاشته اینا، یه در واقع کامنت رو وقتی به این شکل بنویسید استار دو در واقع دو ستاره، یه استار بذاری جلوش، میتونی بیای براش در واقع چیز تعیین بکنی، یه دیسکریپشن تعیین بکنی که چه میدونم به این شکل بیاد نمایشش بده. این نوع هم کامنت، اینا کامنت. خب و چه بشه که در بیاد کامنت، حالا کامنت یعنی معنی نیست که استفاده نمیشه، نه میتونی در واقع از کامنت هم درش بیاری، میگه واقعا میخوای ادیتش بکنی، حالا فرض کنم میخوای ادیتش بکنی به این شکل، در واقع کامنت خالیش میکنی. این حالا میبینی پایینو استار گذاشته، اون بالا هم استار گذاشته، دو ستاره به این شکل، در واقع اینا رو برده تو کامنت، ولی کامنتی هستش که در واقع اومده به این شکل تعریفش کرده، یعنی شما میتونی این رو از کامنت در بیاری ازش استفاده بکنی. خب علی خب دوتا اصلیش کدومه؟ یکی کلاس رود اکستند کرده است، کلاس
فساد. خب و اومده توش یه دونه متد تعریف کرده به نام گت فساد اکسسور، خب که مثلا ریترن کرده روتر رو. مسیر شما ما میتونیم اینجا بیایم وارد فساد بشیم. حالا ابسترکت رو میدونی چی؟ ابسترکت در واقع کلاسی هستش که هم میتونه متد توش تعریف بشه، هم پراپرتی توش تعریف بشه و ریترن بشه و ازش استفاده بشه، هم میتونه قانون توش بذاری. عین اینترفیس فقط قانون میذاری توش. قانون مثلا چی؟ مثلا من میگم پابلیک فانکشن سام، دو تا ورودی هم داره ایکس و ایگرگ، سمیکالن رو میذارم میبنده، اون میشه قانون دیگه. اگر من جایی بیام از این مثلا کلاس چه میدونم کلکیولیتور که تعریف کردم ابسترکتم مثلا، نه اینترفیس هم هستش، خب بیام جایی ازش استفاده بکنم و دستور کلیدی ایمپلمنت استفاده بکنم، خب حالا میرسیم بهش. ایمپلمنت که استفاده میکنین شما دیگه اون متدها رو برات چیکار میکنه؟ خب میگه الان میخوای از این استفاده کنی، من متدها رو برات میسازم تو کلاس، فقط باید از قانون این استفاده بکنی. ابسترکت هم تلفیق این دوتاست، هم میبینی میتونه در واقع به این شکل به تعریف بشه، مثلا پابلیک استاتیک فانکشن ریزالو، مثلا کلوزر یه متغیری به نام کال بک، اومده همچین چیزی رو اینجا قرار داده، ایف گذاشته و استاتیک گذاشته و کلی مثلا میبینی اومده دیتا وجود داره. آیا اینا چیکار میکنن؟ بعد بشینی دونه دونه به روی اینا کلیک بکنی، کنترل بذاری، بشینی بخونی. خب که من توصیه نمازید قرار نیست صفحه نمازید بشنیست برای که ازش استفاده بکنی حالا برای پروژه ها. ولی خب اینو میدونم که تو میتونی خودت فساد هم تو فساد در واقع یه چیزی رو مثلا تو فساد اضافه بکنم، مثلا رود دیدی تو فساده، من میتونم یه قسمتی هم خودم تو فساد اضافه بکنم و ازش استفاده بکنم. یعنی تو فساد میتونی شما صرفا چیزایی که این وجود داره رو استفاده نکن، خودت هم اضافه بکن. من تمام متدایی هستش که مثلا سوا به این شکل توش وجود داره و ازش استفاده بکنی و اینا هم اینجا قرار گرفته دیگه. پس این فساد به این شکل ازش میتونی سرچ هم بکنی دیگه، مثلا حالا برگردی بگی What is فساد فساد کلاسی هستش که مهیا میکنه دسترسی پیدا بکنه آبجکت هایی که در واقع توی کانتینر هستن. کانتینر چی بود؟ همین شهرونده. حالا کلی طبقه طبقه توش دیتا هستش که شما میتونید از این فساد استفاده بکنید برای رسیدن بهش. اینجا در واقع اومده گفته دیگه فساد در واقع کلاس میده به این شکل عمل میکنه. لاراول فساد میتونه در واقع میگه میتونید خودت یه دونه فساد کاستوم اینجا ایجاد بکنی و ازش در واقع اکستند کنی و استفاده بکنی. حالا کلاسی که خودش اینجا کجا را؟ آره مهم به این شکل در واقع ازش استفاده میکنیم. من بچه ها اصلا تو ابراروان هستم باش صحبت میکردم، میگم مثلا تو رجمه توی پروژه اومدم فساد رو مثلا این قسمت چه کاستومایز کنم، مثلا یه خودم میکرو سویچ بخواست بنویسه، میکرو سویچ نوشتن اینا، حالا بهتون میگم چیه. میتونی چند تا میکرو سویچ بنویسی برای ای پی آی گرفتن اینا، یکی از کاراش برای اینکه ای پی آی ها رو در واقع بیای کارت سریع‌تر پیش بره، در واقع دیتا ها رو به جایی که مثلا این کورای 7 هستش 7 تا چیز داریم، 7 تا در واقع میاد پروسس میکنه، مثلا میتونیم به میکرو سویچ بده هر کدوم یه کاری انجام بده، به این شکل میشه انجام بدید. اون دیگه حالا واسه حرفه ای شد، من خودم میکرو سویچ نداشتم ولی میدونم میشه نوشت و سختم نبودش. آره داکیومنت رو چند تا داکیومنت باید بخونیم که ببینید چی جوری میشه در واقع پیاده شه. اون دیگه حالا بحث خیلی حرفه‌ای هستش برای کارهایی که من این کاراشو استریم دیتا بود از این میکرو سویچ استفاده. خب بیایم اینجا از روت استفاده کنیم. خب استاتیکی get where delete view domain has resource group prefix اینا رو اکثرش رو می‌رسیم و بررسی ریدایرکت یعنی API ای ها حالا من از خود API از الیاس بکنم بایند اینا حالا هستن میدیلور هست به مرغش می‌رسیم، مچ اینا از نیم اسپیس هست بیشترش رو می‌رسیم حالا چی هستش. خب
دستور کلمه کلیدی گت هم می‌بینی چندین حالت مختلف داره، بنده از همین استفاده می‌کنم. اینو بزنی برات میاد همش چیزی رو جنریت می‌کنه، خوشم نمیاد و خودم میام اینجا. این مقدار اول آدرسته، حتما سلش رو در واقع می‌زنی. اسلش هم اونجا می‌بینی، طرف شما پروژه‌تون در واقع یه صفحه اصلی خواهد داشت. هم اینو من صفحه اصلی رو کد می‌ذارم میاد بالا. خب این اینجاست، از کلمه سلش در واقع حرف سلش استفاده می‌کنی و اونجا میتونی ریترن ویو هم نباید اینجوری بکنیش، به یک کنترلری پاسش بدیم و اون دیتا رو بیاره بالا. حالا به موقعش بیاریم بالا. حالا من میام اینجا برمیگردم میگم روت گت و اسلش یه مسیری فریم مسیر کوچیک سلایف به ایشون بعد از کاما میگن کلوجر تمام بینا فانکشن میزنم بریس باز بسته و میتونم ریترن کنم. اکو هم میتونی بکنی ولی ریترن هم تابستی. میام اینجا برمیگردم میگم اچوان و برمیگردم میگم هلو ورد و بشه. میام اینجا انتهایشون یه اسلایدر میزنم. این دومینته، یه نصف دومینه. آره اسلش میره صفحه سلایدر بشه، درسته؟ خب حالا من دوست دارم این مسیر خیلی بزرگتر بسازم. اوکی روت گت اسلایدر اسلایدر مثلا اسلایدر 1 اسلایدر 2 اسلایدر 3 و function return return استش نیست بنویسیم slider slider 1 slider 2 slider 3 slider 4. حالا این مسیر رو اگر من بنویسم باید همچه چیزی رو برگردم یا حتی ناسمی کنم تو خیلی slider slash slider 1 slash slider 2 و slider 3 و slider میزنی و این مسیر رو میکنی. 100 تا مسیر بساز. بذار slider 1 الان فقط به قصدی نمیشتم که اینجا ببینیم 100 تا مسیر بساز. slider 1 سلایدر تو رو من ندارم، دارم روتشو بعد بسازی، باید بسازی. حالا بیا اینجا سلایدر رات میندازی، زیاد سخت نیست، بعد تمرین زیاد کن. کلوژر دیگه حالا راه داره بزنیم. آره حالا سلایدر تو رو میزنم، سلایدر تو رو میزنم. خب سلایدر مثلا تیریو حالا فور هم که بالا سام سلایدر هم تیریو بیا اینجا میگه تهش در واقع چکار میکنیم به این شکل بسیار زیاد می‌بینی؟ اسلایدر رو می‌بینی؟ اشتباه می‌نویسی این میشه not found 404 کلن ما 200 داریم 300 داریم 400 داریم 500 داریم 500 کلن برای سرور، یعنی هر واقع اتفاقات این سرور دانشون یکی چیم هر رو دو سرور کاری هم 400 برای authorize هم برای خود ماست 300 بس redirect 200 سال هرچی باشه بس این کار درست انجام شده accept شده یا نفعلا F12 که من میزنم میام روی network میزنم رو سلایدر 200 میارم اوکیش 201 مثلا اکسپتد نه 202 مثلا پس شده مثلا این رو برمیده. حالا ما اینجا زیاد کار داریم، اینجا ریکوست ریسپانس ها رو هدر ها رو داریم، اینا رو کار دارم مثلا دیگه API ها رو اینجا خیلی کار داریم پیرویو ریسپانس اینا مهم. اینا رو تو هنوز درکی نداری بهشون داری؟ میرسیم خب
پس اینجا من میتونم کلی روت جنریت کنم. پس جنریت کردنش دیگه به همین سادگی خودش هم کمکت میکنه، حالا دوست داره کمکت کنه تو هم دستش رو نده. من اینجا هم میگردم میگم اچفون و اینجا هم باشه سایر کیبورد هم رو میکنم از بس پشت کامپیوتر هم نشستن. اینو مثلا میذارم about، این رو هم میذارم about، این رو الان بذاریم سلایدر میره تو روت سلایدر درسته؟ این رو بزنیم میره تو روت about. خب این که مشخص درسته؟ خب حالا اگه بخوام پارامتر بفرستم یه توی این هست پارامتر که میفرستی دیگه بسیار زیاد توی این مسیر شما میتونی اینجا بعد از این بیایم مثلا 10,000 تا بی نهایت دارید تو PHP MVC من ببینیم من دقیقا همینجور ساختم گذاشتم بی نهایت پارامتر بتونه بفرست. شما هم میتونی مثلا ممکن 10 تا پارامتر بخواد بفرست ولی واقعا تو کار عادی شما یه پارامتر بیشتر نیست. خب قرار نیستش که از اینجا بیای پارامتر بفرستی مگر اینکه نهایتا باشه برای ادیت کردن دیلیت کردن که دست ادمین اوکی مشکل. خب من میام اینجا برای اینکه بتونم پارامتر بفرستم به رئیس بازه بسته، حالا مثلا یوزر نیم اسلش پسورد. خب میام اینجا حتما توی کلوزرت، حتما توی کلوزرت، بعدا توی کنترلرت میشه متدات، حتما تو در واقع پارامترهایی که میفرستی باید تعریف بشه. فرقی نداره میخواد تو سی شارپ باشه، تو جاوا باشه، پی اچ پی باشه، هر چی پارامتر توی روتت تعریف میکنی توی کلوزرت بعدا میشه متد ها توی کنترلرت اضافه میکنیم. میشه اینجا یوزر نیم الان پسورد ساعت سه تمامه؟ ساعت چنده؟ باش باش یا میگم مثلا میگم مای یوزر نیم خب دالر یوزر نیم خود میدونی من دابل کوتیشن بذارم میتونم به متغیر دسترسی کنم. مای پسورد ایز پسورد درسته؟ خب اینو شما نمیتونی خالی ولش کنی، خالی که ولش کنی برمیگرده میگه نات فاند پیداش نکردم. چرا؟ چون من باش تایم نگم نال باشه، گفتم حتما باید پر باشه. آره یعنی در واقع حتما پره. میام اینجا برمیگردم میگم مثلا جاروت نیم را یکی را برمیگردم میگم مثلا تورنج آر میزنم میبینیم آ یوزر نیم از جاروت نیم را پسورد هم از تورنج آر. درسته؟ حالا اینجا دوست داری عدد بزن مشکل نداره، اینو بیا عدد بزنش مشکل نداره. حالا ما اینا رو میخوایم روش چیکار کنی؟ روش ریجکت بزنیم، نمیذارم اینجوری بشه. من میگم میام تست اوکی، من میگم تهش مثلا تست نمیذارم میگه اوکی، من میگم میام نمیخوام عدس مثلا عدس های میخوام میام قرار میذارم. پس به این شکل اول شما میتونی هر پارامتری دارت میخواد بفرست درسته؟ خب حالا من میخوام پارامتر رو چیکار کنم؟ محدودش کنم. نیاز مثال بیشتر رو بکنم یا که فهمیدیم؟ خب اینجا یه دونه علامت سوال میذاری، اینجا یه علامت سوال میذاری. توی سی شارپ و جاوا هم همین شکل هست، شما علامت سوال که میذاری یعنی که آقا پارامتری که میخوای داشته باشی احتمال این داره که آقا توش چیزی ننویسه، نال باشه. فقط قبلش یا اینجا میایم به این صورت دابل کوتیشن یا حالا سینگل کوتیشن میذاری، یا اینکه من خودم نال میذارم. یعنی برمیگردم میگم آقا اینا میتونن نال هم باشن. خب الان میام اینجا خالی میفرستم، روت هم میتونه خالی هم بشه ولی پارامتر نداره. اوکی نداره دیگه، طرف نسوشته. میذارم تست تست میاد قرار میگه دوست ندارم اینو بذارم نسوش، این هم دوست ندارم مشکلی نداره. 100 تا پارامتر بشه، 200 تا پارامتر بشه، اول میای علامت سوالش میذاری یعنی که این میتونه خالی بشه، دوم حتما میای برمیگردی میگه آقا این پارامترش در واقع نال باشه یا دابل کوتیشن خالی باشه، اگه نذاری اجرا نخواهد. مرحله بعدی بریم، میتونی نیم براش بزنی. من میام میگم نیم، خیلی راحت میکنم برات. من میام میگم میگم اسلایدر دات مثلا یوزر نیم دات پسورد. خب اسم نیم روت هم من دوست داشتم انقدر نوشتم، تو دوست داری یه چیز کوچیک بنویسی مثلا بنویس اس یو پی اصلا اینم میشه بذاری مخفف خیلی اس یو پی
فقط باید بدونی که اس یو پی حالا دات بذار که پاتی نه، این یعنی اسلاید یوزر پس پس. خب میای میری حالا ما ویو ها رو باید کم یاد بگیریم دیگه. میای میری تو ویوت توی ریسورس توی ویوت یه ویلکام داری درسته، میای پایین پایین افتضاح ترین حالت ممکن داره کردن. خب میای اینجا مثلا یه اچ وان میذاری، یه تگ ای میذاری، آها یعنی تو اینو بذاری؟ آها یعنی ننویسم؟ آها یعنی اونو گذاشتم مالک خوز باکش کنم ما ساعت من خواهی صفحه به هم نریزه با ولش کنم با دیلیتش کنم نه گذاشته حرکه نیست آها نگاه کن اینجا شما http اسمس نداری. خب تیلر روتویل هم هستش اسپانسرش، میتونی در واقع بری به شیشه اسپانسرش. شما یه بریس دو تا بریس که میزنی تو بلید بریس بستش رو برات میزن. خب اینجا الان برات شما میشه محیط php، مثلا php رو بنویسی برات همه رو میگه جا بدونم مثلا بریس mysql یعنی همه رو برات میگه. دستور داریم به نام url مخصوص ایلومینیت، ببین بخون حتما جلوش رو مخصوص آره لارم. بیا اینجا اسلش رو میذاریم، دواد و نقطهش رو میذاریم، میگه مسیر رو بده. مسیر چی بود؟ سلایدر درسته؟ پارامتر رو با کاما میبینی؟ خودش داره توضیح میده، میگه واقعا سخت نیست اینش کار کرد درسته؟ خودش داره میگه پارامتر رو بیا به صورت آرایه اری میتونی بدی، میتونی به صورت میکس بدی. من میکس رو واقعا استفاده نکردم، ولی اری رو در واقع کار ما اینه که اری به صورت اسوسییتیو. اسمش چی بود اونجا؟ یوزر نیم درسته؟ حتما اصلا همه چی توی پی اچ پی اری اسوسییتیوه، توی جاوا هم همینه. من سی شارپ رو کار ندارم، خاک بر سرش یه جوری دیگه است، ولی اری اسوسییتیو. بیا اینجا برمیگردیم مثلا میگیم جاروت نیم رو جاروت جهش رو بزرگ بزنه، من نفهم من بشنسیم نمیشنسیم مکافات داره برسه. آها توی شرکت سیف کردن آن سرس اینجا سیف نکردن. این هم میگم پسورد میام و میذارم حالا مثلا کورچ اگه میشه من این رو همار سیف کردم مسیر همینه دیگه. ببینم که پارامترش رو من پر کردم درسته؟ میرم اینجا میریم توی اسپانسر توی صفحه اصلی اسپانسر کو یادشش میزنیم میبینی مسیر رو رفت پارامترش رو پر کرد. آقا من خوشم نمیاد بذارم اینا رو. خب خوشم اومدنی نیست. خب شما اگر نال تعریف کرده باشی میاد توی این صفحه بسیار زیبا کش کرد. خب میذاریم میاد اگر نال تعریف کرده کنترل F5 کش رو در میکنه. خب این در واقع به من اجازه میده یا اینم بزنی اوکی، ولی من کنترل F5 میاد اینجا درسته. حالا اگر من بهش یه پارامتری پاس بدم چی؟ کنترل Z می‌بینی که خوش درسته. خب اصلا میتونم این شکل قرار بشه. من واقعا تو پروژه از یو آر ال استفاده نمی‌کنم، حالا درس میدیم ولی استفاده من نمی‌کنم. حالا واقعا شاید مثلا بچهای دیگه هم دیدم اونایی که شاگردامون الان حرفه‌ای شدن اونا هم به این نتیجه رسیدن روت استفاده کنن، ولی یو آر ال هم هست شما هر دو تاش رو بلد باش. دستور دیگه داریم به نام روت، میگه آقا اسمشو بده، یه کنترل اسپیس بزنی زایید نکنه. عجب S U P به خودی باید کمک کنم. نه وایس بزنی S دیگه بزنم بچه باید کمک کنه. slider dot username dot password چون فعال کردم کمک نرده شد.
نیست. اسلاید یوزر پسورد رو میزنی، کاما دومیش خودش کمکت میکنه، میگه آقا پارامتر هم بگو، میگم یوزر نیم، یوزر نیم هم کمک نمیده خودت هست، چون واقعا پلاگین هم بذاریم کمک نمیده. و یکی هم میشه پسورد، یه هم میشه مثلا برنج هم. خب میای اینجا چه فرقی نداره با یو آر ال؟ اگر در واقع شما بیه کنترل یو هم بزنی، بیا این پایین پایین اسپانسر کو میبینی یو آر ال خودشه، در واقع یو آر ال خودش میاد پیدا میکنه، اینجا میزنیم و میاد به این پس. حالا اگه من خالی هم بدم بگی خالی هم مشخصه، زیاد چیز سخت نیست. هم روتمون هم URLمون در واقع به این شکل رفت. و اینکه توی آرتیزان شما هر تعداد روتی که ایجاد میکنی، بذار من روت ایجاد بکنم، روت های روت مثلا گیت مثلا اینجا بذارم سلایدر، مثلا سلایدر خالی شما بیایی توی ایشون اگر بزنه php artisan route-h خب php artisan رو میزنی، اینجا مربوط به route رو داره. خب route یه دونه داری به نام route list، تمام route هایی که توی این صفحه هستش برو بهت کمک با dash h فکر کنم dash help باید بزنم فکر کنم لیست کامند ها هیچ بیاری دارم دشتش هلپ بود دو آدم نمیاد آرگومن آپشن هلپ هیچ بیاری دارم لیست هیچ بیاری دارم لیست رو میزنیم لیست میکنه همه رو دشت ها شهر کنید با آدم رو درست میزنم چرا اینجوری میکنید؟ اصلا سعجیبی آرتیزان روت دیگه روت دشت ها شهر درست میزنم بابا خب بیا روت آها من چیز چه نمیزدم مشخص نمیگم خودم میخواست فقط میخواستم روت به این شکل الان میگه لیست آرگومنت در واقع روت روت لیست حالا دستش کالم نشه میتونی ببینی مثلا کامپکتشه جیسونشه پسشه هلپشه مثلا به این شکل میتونی تو بدونه بزنی و ببینی ببینی هر کدومش چیکار میکنه اون زیاد کار خاصی نمیکنه ولی داش آر حالا بعدم ببینیم چیکار ولی خب شما PHP artisan روت همه آرتیزان رو میزنی بریم روت روت این ستا رو داره یکی کش کریت روت کش فایل مثلا فور فصل روت رجیستریشن این باشه برای کش بهت میگم کش یه دونه داریم کلیر میگه ریموف میکنه ریتر در واقع روت هایی که کلیر شدن خب در واقع کلیر میکنه ریموف میکنه روت هایی که کش کردن مثلا تو میزنید لوکال هاست 8000 اسلایدر حالا اسلایدر رو پاک کردی یه دفعه می‌بینی هر سری که می‌زنی یه اسلاید یه چیز جدید هم توش گذاشته تو اون مسیر اسلایدر می‌بینی قدیمی رو برمیگردونه این کلیر کش رو می‌زنی روت کلیر رو می‌زنی چیکار می‌کنه برا کش رو پاک می‌کنه روت لیست هم که تمام لیستا رو برمیگردونه حالا من میام اینجا حالا ما فعلا که با کش نخورد می‌بینیم کش در واقع بخوریم بیاد به اون بگه PHP artisan روت لیست می‌کنه برا تمام روت ها رو خب من یه روت دارم اسلایدر یه روت دارم اسلایدر تست یه روت دارم در واقع به این شکل میبینین نیم هم داره این اون دوتای دیگه نیم ندارن کلوجر هم هستش هنوز من کنترلر اینا ندارم کلوجر هم هستش همش هم تو کدوم مسیره میدلور وبه
میدلورا کجا بود؟ حالا اینو فقط برای خود میگم، اینو تو فیلم نباید بگی. میدلورا توی اپ HTTP کرنل رو بیاریم. اینا هاشش این وبه توی مسیره، توی اینجا در واقع داره کارش رو انجام. خب پس من روت لیست رو میذارم، میتونم برش بدم. خب اینو بساز. خب میخوای روت های دیگه بیستیم با نیم های دیگه یا که فهمید؟ خب دیگه اینا فکر کنم تو فیلم نگفتن، فیلم هایی که گرفتن میتونی چیز بذاری، شرط بذاری. اینا رو گفتم مطمئنم همشه به صورت آرای اسوشیتیوه. خب اصلا یه دونه پارامترش آرای میذاری، یوزر در واقع به راکت باز بسته مثلا A تا Z بزرگ و پلاس هم حتما یادت باشه که میذاری و عدیش میشه پسورد و ایشون میشه این هم بتونی به راکت باز بسته مثلا 0.9 و پلاس. خب الان دیگه چیزی که اینجا وجود داره شما محدودش کردید. اولا باید دیتا بذاری برش و اینکه حتما هم PHP Artisan سرو رو خواهی گذاشت و در محیط پورت 8000 شما خروجی خواهید گرفت و البته ایشون با ما میخواهی از حالت نال در بیرم. این نمیخواه نال باشه، این نال اینا رو فهمیدی چی؟ جا و نال برش و یه کامان میزیم که اینجوری ایرار نده. حالا میگی من نمیشتستم، خب میگم اوکی. حالا اگه من میخوام اینجا مثلا بنویسم تست و اینجا بزنم 1, 2, 3, 4, 5 اوکی. چرا؟ چون اومدم اینجا همچون چیز رو تعریف کنم، کافیه اینجا من یه ای بزنم، یه وجود نداره. چرا؟ چون رو نگفتم. من اینکه اگه بخوام باشه بیام اینجا برگردم بگم که ای تا زد هم اول ای چیک ای تا زد هم وجود داشته باشه که بیاد اینجوری قرارش بده. اوکی، یعنی که اگه بخوام برای این عددم وجود داشته باشه باید بیام که کنارش بگم مثلا 0 تا 9. علامت چیه؟ علامت چی؟ مثلا درصد و اجزایی رو بخوام بگم بگم اشتر این رجکس هنی یادم میگه اصلش اولش بذاری مثلا این چی میزن حد که بذاری یعنی اولش فقط مثلا این رو باشه دالر بذاری یعنی مثلا انتهاش رو بستی چه میدونم مثلا اسلش بذاری اینجا یه کاری انجام رجکس این مثلا یه فقط باید یاهو یا جیمیل یا فلان باشه، اگه غیر از اون اتوماتش ارور بده بعد بزنی مثلا ایتا زد بودو بعد رجکس مثلا یاهو دات کام همین. آره اگه فقط بخوای یاهو باشه، اگه میخوای نه مثلا اون یاهو و جیمیل اینات متغیر باشه بعد اونجا هم براش براکت بازو بسته مثلا چه دات باید بزنی مخواهم کرد باشه رجکس رو باید بزنی هستش رجکس توی اینترنت. من واقعا رجکس رو تفس نمی کنم. نه اون دیدن نه دیگه مثلا که میشه مثلا این چیزی نوشت فقط همون باشه نیاز ندارید این کار رو چیزها رو میگیم ریکوست ها رو مثلا یورو داره سبت نام میکنه وقتی سبت نام میکنه قرار برشی ریکوست برستاده بشه مثلا برای ایمیل بشه. خب مثلا چرت و پرت هم که رو میزن. خب اون قسمت میخوام بیاد خودش تشکیل چرت و پرت رو ولیدیت میکنیم، ولیدیت میکنیم خود چیز ولیدیت داره PHP لاراور ولیدیت داره، ولیدیت ایمیل هم داره، انقدر هم قدره که هر کسی هر چیزی رو هم نمیتونه توش بزنه مشخص بشه. آره یعنی من میذارم مثلا یه ولیدیت دارم به نام ایمیل، طرف تا ایمیل وارد نکنه فرمت ایمیل وارد نکنه نمیتونه. آره مثلا برای اینکه بخوام فرمت داره دیگه ولیدیت داره. به اون ولیدیت ها رو بهت بگم هر کاری رو میتونی با این ولیدیت بکنی، یعنی اصلا ولیدیت میشه طرف غیر از اون بفرسته نمیتونه کار انجام بده. بهش فارسی برمیگرده میگه فلان چیز داره اشتباه میفرسته، اجازه نمیده مثلا صفحه پست اون وارد بشه. قبل از اینکه تو پست اون وارد بشه جلوشو میگیره. خلاص خلاص بعد میگه کپچا میشه داداش. تو اینترنت تو دا یه دقیقه تو یوتیوب سرچ کن کپچا چه جوری میشه اضافهش کردن API یعنی از API استفاده میکنم. اینا رو بذار API های کامل
فکر میکنم آره آره رندوم یه موقعی رندوم بود الان نریم مثلا یه عکس مثلا نوکی کشف کنم یا مثلا فقط ترافیک لایت ها رو مشخص میتونه هوش هم استفاده بشه ولی نیاز نیست برای چه حتما باید هوش استفاده بشه تو مثلا مارکش میکنی میدونی مثلا یه عکسی که داری میفرستی چند تا عکس مگه اینو میزنم فکر نکنم 200 عکس بیشتر باشه عکس رو مشخص میکنم از میگه اینا اینج روی این قسمت رو کلیک کرد و درست هست نیاز به هوش نداره آره هوش خیلی تو این قوی میشه ولی نیازی به واقعا به جی پی او نداری که تو مثلا بیاید این رو با هوش بیادش بکنی ریسورس اضافه با هوش دیگه نه نه یعنی روبوت با هوش مصنوعی نیست منظورم با هوش که با هوش مصنوعی نداره آها خب اون میتونی براش بذاری که مثلا اینا رو تشخیص بده ردش کنه روباتی بشینه پشت کامپیوتر آقا اون رباتی که تو پشت کامپیوتر نشسته باشه مطمئنش هزار تو کار میگن یه گوگل عقلش به اون نمیرسه نه ربات چی؟ ربات مثلا یه بات میسته نه بات نمیتونه بات چرا؟ اگه فردا تصویر بکنه یه خودش میشناسه مثلا یه دونه که آره مثلا شما یه بات مینویسی که یه سفر اسکرین میکنه آره خب فقط مکافات داره حالا بعد بره اول آره آره میشه چرا نمیشه مثلا هر چی که تو فکر می‌کنی میشه نمیشه فقط باید بهش بفهمونی که آقا برو تو این قسمت الان ممکنه تو اون صفحه کلی متن باشه میگم برو تو اون صفحه برو دنبال یه متنی که یه متنی بگیر که مثلا چه میدونم بعدونم حالا من F12 بزنم ببینم این با چه فونتی نوشته شده به این بفهمونم بگم با چه تگ قرار گرفته برو فقط این فونت و این تگ قرار گرفته بود برو اول پیداش بکن معنیش بکن حالا این وسط چی پیش میاد هوش مصنوعی NLP Natural Language Processing حالا تو NLP بلد میشه معنی کنه آره بیاد گراف کنه معنی کنه ببین معنی این چیه این داره مثلا میگه برو لایت ترافیک حالا بیا برو اکثر معنی کن اکثر معنی کن یه مدل داری آفلاین مثلا ساختی کلی عکسای ترافیک مرافیک انداختی دو جانا فقط ترافیک هم میزده بود یه زرنگ یعنی ببینو باس میگذد یعنی خط کشی میگذد حالا تو باید داری اونجا ترافیک هایی که عمر ساختی مدل کردی اینا رو عکسو بهش بدی این ترافیکاشو مشخص کنه بولد کنه مثلا دورش چیز میکشه ما دورش چیز میندازیم بگو بوردر میندازیم حالا بوردر که انداخت حالا ربات برو اونایی که بوردر انداخته رو برو بشون کلیک کن میشه نوشت علی کلی زمان بعد واقعا گوگل من به نظرم بارد 90 و مثلا 9 درصد مردم دنیا این کپچر رو گذاشت ولی 1 درصد میدونه رد میکنه 1 درصد مطمئن باشون کسایی هستن که بشینن بنویسن هر چیزی که داره میگیم و مطمئن باشون میدونه که رد میکنه ولی 9 درصد موعد 9 درصد چند نفر ما دیولوپر داریم که میاد این رو مثلا هم بخواد بپیچونه بره یه دونه هم بریم رو بزنیم یه دونه گوگل والله 8 میلیارد خورده نفر آدم یه نفر بیاد بپیچونه مشکل نداره گوگل بیشتر مردم داره در نظر میگیری که این ریکپچا رو گذاشته که انتخاب پس این هم اوکی می خب میتونستیم بیایم مدل کنیم برای چی من اینه بذارم من میام روی روت هایی که مقدار پارامتر یوزرنیم و پسورد دارن چیکار بکنم؟ پترن می‌نویسم خانم اینجی یه دونه یوزرنیم پسورد دارم ممکنه یه عبارت داشته باشم اونم یه یوزرنیم پسورد داشته باشم ممکنه یه دونه روت داشته باشم کانتکت باشه اونم یوزرنیم پسورد داشته باشم برای هر کدومش اگه بخوام یه ور بذارم که اینجا پر ور میشه چیکار میکنیم میریم توی سراغ پرووایدر ها پرووایدر چیکار میکنم مهیا میکردم برام مثلا من میگردم یه تلویزیون برام بده که روش ماهوارم نصب باشه خب میاد برام تلویزیون رو در واقع میده که ماهواره باشه خب این روت سرویس پرووایدر روش کلیک میکنیم میای روی قسمت بوتش میای این انتها و می‌نویسی روت اینا رو فیلم نگفتم یه قسمتی داره برام پترن میگه کی تو آمده کیم چی بوده یوزر نیم برمیگردم میگه پترن نشون بده برمیگردم میگم که A تا Z و پلاس این یکی پسورد پسورد هم میذارم یعنی در مورد کسی نتونه چیز بسش عدد بسش خب
الان میام اینجا میزنم و میگه که وجود نداره. حالا کافی اینجا بنویسم تست و تست. ببینی؟ در واقع تونستم از این روت استفاده بکنم و اینجا اصلا نذاشتم. حالا اگر بیام اینجا و ایشون رو بکنم about و به این شکل پترنی که با تعریف کردیم به اون شکل بود. حالا کافی من این رو بزنم اینجا about. حالا به جای تست میذارم مثلا تورچ به این شکل. حالا کافی عدد بزنم 1 2 3 چکار میکنه؟ نمیزنم. خب اینو اوکی دیگه فهمیدی به چه صورت. اینا فکر کنم فیلم نگفتم. اینا داره میسینگ میده. این ایروراش آشتاشو میسینگ ریکوایر پارامتر روت اسلایدر یوزر نیم پسورد. ما داریم بچه روتی رو داریم. چرا نمیسته نداریم؟ فکر کنم پارامتر بهش نداریم. فکر کنم ببینی پارامتر نداریم. میگه میسینگ دیگه میسینگ پارامتر. میگه پارامتر بهش نداریم. میسینگ ریکوایر پارامتر میگه پارامترش الزامیه نداریم. اوکی خب چیکارش میکنیم؟ فعلا کارش نمیکنیم. پاکش میکنیم. کاری باش ندارم. میزنم فنجو و با محیط ارورش خیلی آشنا بشو. بعد یه مدت کلا باش زندگی میکنیم. محیط ارورش قشنگه. خیلی قشنگ توضیح میده که چیه مشکل میبینیش. خب از این لحاظ اکسپشناش در واقع ارورش خیلی. این هم که سرویس پرووایدر رو گفتیم و اینو پاکش میکنم دیگه تو فیلم هم هست دیگه بلد شدی و اینجا هم در واقع میتونی به جایش ور بذاری. نیم هم که گفتیم پارامتر هم گفتیم پارامتر خالی هم گفتیم دیگه چی نگفتم بگو گیت و همه چی گفتم یاره. خب یه قسمت دیگه دارم همه قسمت نمیش دو توش جان برو گفتم نیم رو گفتم دومه که نمیخواد پارامترون هم که گفتیم میتونی اینجا از پارامتر استفاده کنی به جایی که اونجوری بذاری پریفیکس رو بگم بقیهش رو در آینده بررسی خواهیم کرد. خب ما میخواییم بریم سمت بکن. خب اگه دقت کرده باشی سایت من رفتی دیگه به یوزرنیم پسورد دادم چرا؟ آه خب من میام اینجا خب یه دستور میزنم به نام لوگین وارد میشه. خب لوگین میزنم وارد میشم با میسن تا بخوندش یا یاد میگیری یا از اون پلاگین های ACL هم هست اونها رو بدونیم خیلی میتونیم بهتر بشه. من خیلی ساده نمیشتم یه لوگین میکنم ببینید رفت ادمینستراتور پنل داشبورد مسئولی که خودم هم نقش ها مدیران وبسایت نمایش وبسایتی میزنید 4 تا مدیر داریم اینا چقدر قشنگ تغییر کردن خب تازه همه یکی بابام دارم میتونم حذفشون بکنم دیگه دسترسی نداشته باشم مدیر نمیزن رو ریشگر مدیر رول دادم بعد تو هست بشه باید دوباره بیاد لوگین رو کنه نمیتونه دیگه نمیتونه حتی اگر همین دیتابیس یه چیزی دارم به نام آس توی لاراول اون آسه تا وقتی این وجود نداشته باشه توی دیتابیس توی یوزر دیتابیس وجود نداشته باشه ها؟ من الان بیام چجوری تو نمیتونی وارد بشه اگه یوزر پسورد بدونه یعنی بعد اینجا میام برات ثبت عکس تو میگیرم وضعیت غیر فعال فهم کردن امور ایمیلت اینجا آرایه میدم در واقع به سمت دیتابیس میگم 3 تا حالت رو بگیره نام کاربریت هم اینه درسته؟ یه خودم یه چیز خیلی سادم معمولیه یه ACL اکسس کنم شما فقط این دسترسی رو بگیرم آره اونو هیچ کنم اینا دیگه فقط من ولی این سفر کلا بهشون دسترسی دادم یعنی نیومدم براش سطح دسترسی بگیرم میشد این کار بکنه اینا یاد میگیره به مرور زمان یه قراره که لاراول کامل یاد بگیره همه چی یاد بگیره یه پلاگین داره میتونیم استفاده بکنیم اگه نخواستیم بعد از سشن استفاده بکنیم
یه سشن تعریف کنیم. مثلا من سشن هم میشه یک، شما میشید دو مثلا همتون میشه داره دو. مثلا یکی میخوام نویسنده بشه، ویرایشگر بشه، فیلم هم دیدی دیگه، مثلا میشه سه. برمیگردم میگم مثلا فلانی اگر مثلا از توی یوزرز مقدار چه میدونم ACLش اگر بود سه، تمام صفحات رو من جلوش میبندم، میگم این صفحات رو دسترسی حق نداره داشته باشه، فقط دو صد هم منوها رو دسترسی داشته باشه. میبندمش، کاری نداره، میبندم میبندمش به گوه بزن. دال منجر میتونه بکنم کل سورس سایت رو میگیره؟ آره. بعد مرتب میگیره؟ فکر کنم. ولی برنامه زیاده تو اینترنت، به چه اخوه ایدم؟ خب دیده نکرم. پس برای همین ویدیو چیز کنم. پروژه همه رو دانلود کنم، بعد پاک کنم بتونم باش کار کنم. ولی که حساب نخرم. یعنی پروژه رو دانلود کنه؟ پروژه دیگه رو پابلیش میکنی؟ همینطوری میگم همون رو دانلود منجه میتونه کامل میگیرمش فکر کنم یا نمی کنم میکنمش یه سرچ باید بزنم یا نمی کنم یه قسمت داره میاره کدا رو نشون میده توی چیز میتونی میتونی بعد من با F12 مثلا اون کرسرش رو درست کردم مثلا یوزر سلکتش رو برداشت و انان در آوردم که بتونی مثلا سلکت کنی کپی کنی اینا ولی کپی کردم یه سری عکس اون خودش من جنریت میکنه اون عکس ها اصلا جایی نیستی بخوام برش دارم اون خود سرورش خب بعد که میایی بالا مثلا کنترول یو میدیری اونجا چیزاشو زده URLاشو زده عکس ها باوردی اونه دونه بگیری خیلی میتونی مثلا واسه یه عکس 4 تا چیز سایز مختلف میشه چه محیطی میشود یا نه خیلی قبل کار کرد یه میای این کار رو میکنی دیگه ولی میشد من یادم قرار داری سرچ کنم خب من یادم دانلود منیجر من یه دفعه زدم این سایت رو اصلا دانلود کردم من چه سایتی بود این یادم نمیاد ولی یکی از بچه ها خواست ازم میدونم میشه دانلود بای اینترنت دانلود منیجر آره ما دارم منجه میشه من کار کردم همه چیش هم میشه یعنی مثلا این 60 مگه 70 مگه چیز میشه در واقع وبسایت میشه همه رو دانلود عکس و مکس و فیلم همه رو ما چون به روی عکس میذاری یه 4 تا 5 تا سایز مختلف برای مدیا کدینگت اکثر رو چیز میکنه جنریت میکنه آها بعد هی بخوای بری عکس ها رو بگیری اون کلی عکس واسه دانلود نه چیز میشه اینترنت دانلود منجه میشه یادم آخه من یه دونه سایت رو باش دانلود کردم جاب کیویش میکرد دنبالش میگشتیم یه دونه اینجا میزدیم کرید نوکی میزدیم سیفس نیستم من به خود نه باید بگرم پیدا کنم اس
استور دانلود بای آی بی ام مثلا میزنی. آها گرابره در واقع پروژه‌ای که ما دانلود کردی اینجا فکر کنم آدرس بدیم مثلا این لاراول نه الی خودو بیام بشمیم خب سابو که بیدیم بود که سوی نمیدیش خب پروژکت یک اوتو اترویز هم که نیست ادوانس اینتر لاگین پروژه all picture of the website audio all video all start page all picture start and next رو میزنی میگه توی دانلود دایرکتور کد و اینا شما واسه بعد در واقع یه فولدر هم بساز براش میاد اینجا شروع همه میبینی؟ آره همین کار همه که البته من فکر کنم بهتر یه کاره دیگه هم میبینی؟ بوتستراپ و همه اینا رو یعنی لوگو و این اگه اینطوری بشه خیلی خوب من کل سایت رو اینجوری هم اصلا یه اکانت هم نمیخرم این یه دونه سایت میسازم میکشم بیرون پاک بکنم دوباره یه دونه میسازم آره یه آدرس چونش میری؟ آره دانلود میکنم بعد فلان زیاد داره بتونی ازش بگیشی بیرون چون خودش هم میده که از استفاده میکنه بگیشی بیرون خواب بیداری نه حالیش نیم سر همین یه افتوازه آدمی میگرفتی این یوزر سلکت چیزاشو مرد نشون نانی پاک میگه اصلا اون تیکه بقلشو میذاری در قشنگ راحت بسیار حس نداره بره کد یاد بگیر یا تو که داریم کد میزنی منو برم کنی هرچند برم باشم تو اینترنت سرچ میکنم یا پیدا میکنم یا در آینده پیدا میکنم یعنی یا برای من نه وجود نداره اینو من میگم چند سال پیش یادم بود ببینیم اصلا همه اینا رو دونه دونه میگیره مثلا اینا رو حالا باید بگیم جی کوئری و بوت استرپ جاوید نیملا نمیدونم چی نه اسم اسمه که خود من گذاشتم همینطوری گذاشتیم؟ چیز جنریت کردم با لاراول این اسما اسمه این که لاراول خودم برای لاراول در واقع جنریت کردم نه تو هر چیزی که گذاشته باشه همونه آره بالا مالا عکس داره مثلا من مثلا واسه امام علی رو گذاشته باشم فکر کنم ببین این لوگو داد به اینجا اینا اسمایی که اینا در واقع یه تاب تایمه تایم اون زمان رو انداختم بهش همشو یعنی CSSش، فونتاسمش، JSش، ایمیجش، کتگوریش، اینرش آره اینا چیزایی بودی که در همه قرار زده کده بودن اینا تمام بعد بایستی همه رو بگیری دیگه حالا طول بکش اینا احتمالا لینک تکستش نمیدونی چی یا آدرس هاشو دیگه میبینی آبرو تو میبره آدرس مادرس ها رو قشنگ بهت میده همه رو قشنگ حالا بذاریم تا به دانلود کنیم دیگه همش تو میشه اینم اصلا یه سوال الان پوستر هم یه همین شکلی دیگه شما تا آخر چیز کنیم رفتیم پوست که باید با فرم کنم لاراول کالکتیو هست نه یه ذره قاعده داره یه ذره قاعده یا میدان میاد چکن رو بگیم
میاد تو هفته دو روز هم لاراول رو با سری کار کنم فکر کنم هفته یه روز بیام 8 ساعت 9 ساعت میشه زمش بیم. ولی خب اون چیزی که داری تو چیز یوتیوب میبینی و تقریبا 300-400% بیشتر میخوام بحث تست و بحث آرتیزان و بحث جاب کیویی و یعنی همه رو بهت میگم. من میخوام ویدیو این اما دو تا مثلا پلیلیستی دو داری یعنی که مثلا بگم لاراول کامل دیدم لاراول خلاصه خلاصه مثلا شروع کنم یه مثلا دوست نداره بدون اینا چیه فقط کنم تو بره نه 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 لاراول کامل نباید بگه مثلا بعد مثل لاراول کیو ای او لاراول تست لاراول ای پی آی هر کدوم دو رو جوده کنه 80 تا 90 تا فیلم همش نه بخواد یه جا باشه مثلا من ماسکی شما که هست یا من تو شما داریم توزیع میدین و اینا که گفته بودی خواد نه تمام رکو بتونی یه ویب سایت بزنی بهت میگم که میشه تا سر میل ها عبر رو میگم آره که شما باید شروع بکنی مثلا درس دادن بعد یه دونه دوتا پروژه خوب باش میزنی یه کمپانی اول یه کمپانی خیلی ساده میزنی که 4 تا 5 تا سکشن داره خب بعدش میگه بلاگ میزنی یه مثلا صفحات دیگه هم داشته باشه اونایی که زدی تمام شد حالا آقا من میخوام پیشرفتش رو بگم جاب کیوی آرتیزان تست ای پی آی دیگه یه اندازه گفتم بریم توی کانال من داشتم سعی مثلا همینجوری آنلاین مثلا استفاده کنم یه سایت براشون بزنم هم به خوب دارم نشون میدم تموم که شد میرم تو ویدیوی وایتال یا چند تا ویدیو بعدش بک اندش براشون بزنم آره دیگه اونجا فول پروژه تمپلیت رو بذارم توی یوتیوب تو سایت خودم هم تمپلیت رو بذارم اگه میخوام بعد برم تو سایت خودم دارم تو هم سایتمون بکشه بالا آره فکر کنم همه فکر کنم همش می‌بینی من اینا کارا نمی‌کنم من تایم میشه شما تایم میشه حوصله‌اش هم ندارم واقعا ولی باید تیم باشه چون کار من یه نفر فقط نیست آره یه نفر هم چیز کنم یا خیلی کند باید برم جلو یا خیلی تونت باید بکنم اون چیزی که می‌خوام نه دیگه اصلا تو بعد وب تو طراحی کردی یا می‌خواستی وب بیاد بالا بعد رو همه دامنه می‌تونی بیارش کنی یه شخصی باشه در واقع این کاری که تو انجام بدی قرار بده برای دانلود کردن توضیح بده چی هست آدرس فیلمامون رو بذاره. یه نفر فقط ادیت بکنه این چیزا رو. یعنی مثلا چه امکان بذاره تو یوتیوب بدون چه جوری بذاره چی بنویسه ادامه بده. آره ببین واسه یوتیوب حتما ساب تایتل بذاره. خود یوتیوب با ساب تایتل براش بنویسه. بعد خب ما که دو زبانه می‌خوام بگیم. یعنی انگلیسی شما که می‌خوام بگیرم. اون باشه دی ساب تایتل می‌ذارم. زیرش می‌ذارم اگه فایل انگلیسی نگاه کنه بعد تو پلی لیست فلان نه، من سابتایتل رو کنار حتما باید تایتل هم باید داره فیلم ها تو بزن نه، باید درست کنید میبینی، من اصلا نزدم من حوصله هم نمیکشه تنها بودم هم فیلم میگرفتم هم باید آپلود میکردم باید میگرد خسته میشه شما اینجوری نباشید دیگه یه تیمی کار موقع حتما تایتلش زده میشه نه، باید بشید چیز کنید فقط بلن که برد بشید اسم چیزها خوب مشخص کنیم مرد به سرم داده میکنم چیزی رو حتی دواسه یکم کنیم استیریم بکنیم به شکل باشه مثلا قشنگ این با واسه که میبینیم بگیم مثلا اون چه تیم نفهمه خوبه ببینم من تو یوتیوب هم نگاه میکنم تیم خفن مثلا که برنامه نیستی همه رو درس بدن نیست نیست واقعا نیست این فکر خوبه که مثلا ما اولین نفر باشیم که مثلا میگم اینجوری پروژه محور میبریم این قدر به من پیام میدم تو خیلی شان خوب بوده آخه تو خیلی نوزایی بودی هم داره نه دیگه ما بودی نست نه دیگه ما بودی نزاریم که قدیم اونا باشیم آره بودی میتونیم بودی بذاریم ولی مثلا من به سرم زده اون چی کار کنیم شما مثلا یه شرکت من هستم اگه دیگه هم هستش مثلا سه تا هم میایم بالا آنلاین استیم مثل کلاسه آنلاین مثلا بیگ بودی باتون ملت هم میاریم بالا شروع میکنیم سایت زدن براشون سوالاشون رو میپرسن و سوالاشون رو میزنیم کاراشون رو میکنیم بعد با هم دیگه مثلا چه میدونم ارتباط هم داریم کانتکت داریم باشون خیلی اینطوری میترسن داریم این هفته چیکار؟ مثلا چه من دوره ما رو دیدیم دوره ما این را فرصت داریم مثلا شما ببینیم یک ماه دیگه یه دوره رفت اشکال براش داریم مثلا آنگاه یکشونشون
بالا مثلا یه جور من این سوال رو دارم مثلا حل می‌کنیم براش پول می‌گیریم نه آها رایت آره داره یوتیوب میت هم آنلاین است آنلاین است آره دیگه محیط خیلی محیط خوبی هست بازیش همه فکر دارم 4-5 نفر بشه این بازی آنلاین رو انجام بدیم و اونم آنلاین داریم مثلا توی چیزش نهیدن اتفاقا یه دیمونی که سرش رو بگفت توی یه دیمون کانال میتونید اساسی به 3 تا یوزر بدیم 3 تا یوزر رو بیارید بالا خودت هم بیارید بالا یه با 4 نفری بازی بکن تو یوزرهای همه اونا قدید باشه یعنی من میرم کانال اون آنلاینش داره اینو نشون میده من رو اینو دارم نشون میده اون رو اینو تو با گیمرهای خفتم باید بدین چیز میکن و اینطوری شات میکنه پیجاتون رو تبادل میکنه بسیار اصلا خیلی میتونه قوی بشه قضیه خودم داشتم فکر کردم من مطمئن به یه جایی میرسه دیگه هیچ کدوم دنبال هیچ کار گیم آره بابا اینقدر برام خوب مهم میشه و فول ساز میشه و یه دفعه مثلا توی یه هفته هر کدوم از فیلمات یه میلیون دیده بشه سایت فلان حالا اگه خودمون یه کار که نیست اگه نه که بکندشون تو این کارو بکنیم مثل بیگ بولو با تو کلاسامون اون تو بذاریم کلاس آنلاین بذاریم تو چیزمون سایتمون آره با عدد کانکت نمیشه نیست مثلا اون رو خوشگل خودم نه خیلی مکان میتونیم مثلا از ابرارمان بحثه استیم و ایناش رو بگیریم بذاریم این پروژه که داریم پیاده میکنیم و اینا قرار داده که چیز هم باشه چی میگن آموزشگاه حالت آنلاین هم باشه ببینیم با چی میخوایم پیاده بکنیم سه تا سه چهار نفر بشیم فکرامون رو بکنیم اگر بستری باشه که خودمون بنویسیم خب اونجا دیگه میتونم خدا رو بردارم میبرمستم اگر نه بستری قرار شدش که مثلا به صورت چیز بشه کد آماده استفاده بکنیم چون کد آماده زیاده دیگه اون دیگه حالا ولی خب بستر استریم کردنش مهمه که میتونم از ابر آرمان استفاده بکنم اون خود از اونم آره چی میشه؟ آره میشه گذاشو کنم کلاس آن نگه آره فکر خوب اصلا خود هر ایده خوبی که بذاریم جلو تو برنامه یعنی دنیا که داره میره به سمت این اصلا من اصلا حالا اگه حال داشتیم یه فش میکنم آره بود کسان یه بیزنس پلن خیلی بزرگ برای این نوشتم یه دونه اصلا یه دونه کابت چیز آسه دو تو کابت آسر شست بودم به هم اصلا این پلن برای خود اون پیش نمت کجا با تو چه تایم کار به تبلیغ هم کنه چه تایم باید چه کاری میکنه چه تایم باید ولی به شرط اینکه اگه همه همون واقعا انجامش بدیم بریم حالا بگیم این نشانه یعنی یه هر که استپ کار خودش باید استپ استپ ببره جلو من اگه قرار باشه مثلا جاوا رو مقدماتی چه تو یک ماه بگم باید تو یک ماه بگم ما مثاله خیلی زیاد خب اگه قرار داشت چه شیگرهش رو تو دو ماه بگم باید بگم خود من اینه که یه پلیلیست رو کامل بگیریم بعد آپلود کنیم چون خود آپلود میکنیم یهو یارو میاد یه چیزی میبینه نمیفهمی ولش کن بقیهش میره میخوام ولی کامل نظریم یارو داره میبینه میگه خب حالا که حدازه بقیهش هم ببینه اوکی آره مثلا جواب مثلا چه میدونم مقدماتی میخوایم بذاریم شاید مثلا بخوام خیلی دیگه روش تایم بذارم 150 تا 200 مثلا همینه که درس میدیم جزوه براش درست میکنیم داکیومنت با چیزا خودمون بذاریم سایت هم مثلا یوتیوب بذاریم یعنی برای که مثلا با جزوهش بگیم با داکیومنت پاورپوینت درست من خودم پاورپوینت میخوام مثلا پاورپوینت چیزا سخت داره پاورپوینت میشه پی دی اف کرد پاورپوینت درست میشه چون نه حالا بعد چیز کنم دیگه بعد خیلی حرفه‌ای کار کنم حرفه‌ایش خیلی دیگه مثل الان من نمه من ما خیلی دی این میکنم خیلی در حالا خوبیش اینه که پره داری اون اعتدادی که بذاری پره خیلی چیز داده بعد یکی از بچه ها قرار شده کامل به سینا فوردی رو بگیر اصلا خیلی موضوعات مختلف واسه برنامه نویسی کامپیوتر قرار توش بذاریم از هر کدومش هم چه میدونم یه تعداد مخاطب بگیره رو کنی میشه آره بابا یه تبلیغات کتکلوفت هم بزنی بگی آقا ما همش رایگانه اینجوری هم هست ما رو بالاخره خیلی از ما حال میشناسن مطمئن باش وحشت باش مثلا شما که بین بچه ها تو میتونی چیز کنی آره
من که کانالم نزدیک 800-900 تا. کلی هم تبلیغ بکنیم کانالم بیشتر میگیره. بعد تو دانشگاه هم باید بذاریم دیگه. ما تو دانشگاه خودمون خیلی چیز کنیم چون خیلی خرمون بوده. خب خوبه. دانشگاه خودتون هست. حالا من خواجه نصیر میگیرم مثلا میگم دانشگاه شریف من میام اینجا مثلا با دکتر همتی هم صحبت میکنم یه با همین صحبت صحبت میکنم کلی صحبت چیز میکنم شریف رو بیاره شریف بیا تو این قضیه مطمئن باش خیلی کلاس های دیگه هم میاد دانشگاه های دیگه هم هم خواجه نصیر میتونیم بگیم چه بگیم تهران ما دوست هم هستم بگیم برو باشون دیگه یا حالا کتگوری دیگه هر کی دوست داره بره برنامه سرگزم دوست داره بیاد چی تیه هم واقعا بعد یک دوام نیست